بسم الله، آغاز خوشبختی جدید است. امیدوار هستم در زندگیتان خوشبخت باشین و کارهایتان خوب پیش بره. سلامای ما را پذیرا شوین. در هر جای دنیا که هستین خوش و خندان باشین، سلامت باشین و طور معمول همکار عزیز ما، همکار صحابی ما، یکی از فامیلا را سروی کردن و ما را خواستن که با ایشان کمک کنیم و جای داره که تشکری کنم از شما دوستای عزیز که در کمک رسانی ما را کمک میکنین و لایق زی دیدین که ثواب ما هم کسب کنیم و پولای شما را به هموطنهای عزیز ما کسی که نیازمند است برسانیم. یک جهان سپاسگزار هستیم از شما. قربانتان، زنده باشین، سلامت باشین. پیش کسی امروز میریم که دوستای ما رو سروی کرده، کسی است که در شاروالی کار میکنه و ای که این شخص کی است و چی کمالای دیگری هم داره، این را با ما همراه باشین و ببینین. خب دوستان عزیز، رسیدیم به خانه همون دوست ما که برتان یادآور شد. تک تک میکنیم دیگه دروازه سابق قدیمی و جایم جایی است که بسیار شاید سابق جور شده باشه و ما منتظر هستیم که از برای زنگ منگ نداره. بخیر بیادر، جور هستی جان؟ جور تقدر صحتت خوب است؟ بخیر هستی جانک؟ جور است. احسان الله نام دارد و یگانه سرپرست خانواده هشت نفریش است. احسان جوان با هزاران امید و آرزو با مشکلات این روزگار دست و پنجه نرم می کند. احسان کارمند شهرداری کابل است و همه روزه قبل از طلوع آفتاب در جاده های شهر کابل برای این سرزمین در دیده خدمت می کند. پدر احسان دچار بیماری مفاصل و چشم است و نیاز به تداوی دارد. احسان مبلغ 5800 افغانی ماش ماهوار دارد و اکنون با این مبلغ حتی نمی تواند خانواده اش را درست سرپرستی نماید. قربانتان، قربانتان، اجازه خواست انشاءالله. اینجا بام بسته که زینا را برش کشیدیم. سر زینا بالا میشیم در بام. سر زینا در بام بالا میشیم. خب. که یک گام تقریبا اینجا پیش کفترات در بالا میشیم. برادر من خود تو را حالشان وقتم تو جوانی مرگی در تو خوب که تو یک آدمی هستی که باید همیشه مردم اشاد بسازی. ما وارتی چی تو؟ ما که همو جامی دوست هم گفتن که ما خانه را رفتیم دیدیم بیاد یک دیدن کو. ما گفتم انشالله میریم میبینیم. خب از نزدیک ندیده بودم. قربانت، زنده باشی. سلامتی. پدر جان سلام برسن. جور هستی؟ بخیر؟ صحتت خوب است؟ جانک جور است؟ خوب خواستی؟ بخیر هستی؟ بفرمایین پدر. روز رفته بودیم پیش دکتر. خب دیگه چشم ما هم ضعیف شده. دیگه چشم ما گفت که دو ماه بعد عملیات میکنه. ما 22 سال میشه. دشاروالی است. اصل وطن اخو تو آباد کردی، ما ناقی چیخ میزنیم که ماجور کردیم. 22 سال میشه که ما در ریاست تنظیف هستم. سه بجه شب میری و دمی سرکا رو جانو میدی سرک... کس نباشه، موتران نباشه. آه دمی سای نای 16 هستیم. تا نای 16 هستیم دمی سرکا پاکاری میکنیم شبکی. این همی دوره همی مکرویان کلشه دیگه دوره میکنیم ما. خمیدی دا پاکاری جور دا پاکاری پل محمود خان فکر کنم پایا و کمر ریم کلش این همی دیگه 22 سال میشه که مال ریاست تنظیف هستیم. این تکلیف هم از اینی برد پیدا شده؟ از اینی پیدا شده آده آه این کمر این پایین از اینی پیدا شده.
ای کاکا 3 بجه شب میخیزه و با پاکاری شهر میپردازه تا با چند تا چند بجه باز وظیفه داری روزانه؟ روزانه تا 7 بجه 7 و نیم بجه باید پاک شو. چشمات چطور ساله؟ چشمم حالا ضعیف شده، یک چشمم کار نمیکنه بیخی؟ این یک چشمم نمیبینه دیگه، چشم چپ. می ضربه خورده بود چی رقم بود؟ نه ایم تین پرده تا کرده یا نمیفهم ضعیف شد چی رقم شد. پیش دکتر نرفتی؟ رفتم پیش دکتر، رفتم اون دوا داد بود، 2 ماه بعد بیاک عملیات. بزرگترین سرمایه احسان خانواده و بالخصوص پدرش است و در زندگی به دلیل فقر اقتصادی نمیتواند حداقل دردهای او را مداوا شود و شاید هم بیشتر اوقات در این بلندی ها این چشم ها و جسمش را به دلیل این مشکلات خسته بسازد. در چی حالت قرار دادی؟ ما خب بعضی از خانم حالا یه قربان در حالت است که خودت نیفهمیدی دیگه. پدرم مریض است، دینه روز بردمش پیش دکتر، همون جا اکسایش است که گرفتیم، دوایش است که دینه روز دادم، اکسای پایش است، باز 2 مواد گفت یارینش که عملیات کنیم چشمایش هست. خب دیگه ما هم با توکل به خدا کردیم دیگه، هرچی که از دستمون بیاید. والا فعلا دیگه در خونه هستیم، ما یکم دقیقه 3 بجه شب وظیفه میرم، فقط 7 بجه 8 بجه صبح پس میم دیگه، باز در خونه هستیم یکم دقیقه پیش کفته را در بام بلا میشیم که ساعت ما تیر شد دقیقی ما برای دیگه چی کنیم دیگه، در این وقت دیگه کار هم نیست، غریبی هم نیست که دیگه کار غریبی کنید در بیرو، بسیار مردم بیچاره شده، آواره شده. چی زیاد رنجت میتونم؟ والا هست کدوم گپ نیست دیگه، شکر که این پدرم جور شد بر ما کل چیز است، ساعتمند شد، پاس بگرده، سرپای شد بر ما، اینمی کل چیز است. دیگه اونر که ما دارم بسیار دیگه اونر بالاست، ما خوش دارم شد بسیار. خب دوستا عزیز میریم میبینیم اونر لالای ماره که یک چند دقیقه ما آرام شویم، گوش کنیم، لذت ببریم. قربان شکر را Thank you.
خب دوستا عزیز، سر بام بالا شدیم دیگه. زندگی سابق است، یک لذت دیگه داره، یک مزه دیگه داره. این جای خودت است دیگه، این جای تنهایی خودت است که اینجا میشینی دیگه، قصه از روزگار میکنی. احسان هزاران امیدش را به دلیل فقر اقتصادی در قلبش دفن کرده و دلتنگی هایش را با خودش در این بلندی ها می سراید. هرچی که بنوازه باید بشنویم. امیدوار هستیم دیگه که هر جای دنیا باشین خوش خندان باشین، زندگی آرام داشته باشین. با دوست عزیز ما خدافیزی میکنیم دیگه، ما را اجازه بده که بریم بخیر. قربانتان یک جهان سپاس که تا اینجا آمدین. یک جهان یک جهان سپاس دیره مننه قربندشم رورا. سلامت باشین، چاش باشین، خوب خوش میشم. بخیر باشین، ما در خدمتتان هستیم. زنده باشین. داخل یه چیزی گفتنی داری اون کمره در پیشید؟ یک جهان سپاس، خدا کند که خدمت. خوش باشین از ما. قربانتان. ما یک چند پارچه آهنگ براتان تقدیم کردیم، خدا کنه خوشتون آمده باشه. بسیار لذت بخش باشه. خدا کنه که دوستا خوششون آمده باشه. انشالله کسایی که درد داره دردش کم شوه. دیگه ما در خدمت هستیم. بخیر باشیم. باد از یام، باد از یام، در خدمتتان هستیم. ما فراموشتان نمیکنیم. قربانتان. خب دوست عزیز، مشکلات از خانواده را دیدین. دیگه امیدوار هستم که خدا هم ما را از مشکلات دور داشته باشه. و یکی از دوستا با ما کمک کردن، خدا خیرشان بده. در جای دنیا که هستن آقا جان وام زحمت میکشن، تکلیف میکشن و این وطن را میبینن، دلشان میتوزن که کمک کنن، روان کنن به کسایی که مشکل دارن. خدا خیرشان بده. قدم اول تشکری از وا خیلی ضرور است، خیلی خیلی مهم است. بخاطر ازی که من خب بخاطر ازی مهم میدانم که خانه تان آباد، بچه تان کلان، کمی حس وطن دوستی را دارین و هم وطن تان دوست دارین. ابراهیم جان ایم البته هم نام اومد، خدا قدر داره جای ما رو خوب آدم هستیم. ابراهیم جان از لندن با ما 11,000 افغانی روان کرده، گفته دو فامیل بتین. دیگه کاکا جان پیش دکتر هم رفته، گفته که باز بیا انشالله از خاطر چشمش ما پای امیر نصب میکنیم دیگه. هرچی که شد نصب میکنیم یک فامیل دیگه را و همه که میکنیم که حداقل دوایی شود. دیگه دوستایی که کمک میکنین یا خاص به کاکا کمک میکنین، بعضی دوست ما کمک میکنین، ما در خدمتتون. پدر جان یک تحفه از طرف هماتنها. امیدوار هستم که کم و توم یک چیز شوه. میگه برگ سبز توفی درویش. دیگه این از طرف دوست ما ابراهیم جان از لندن. خانه تا باد بازم قربان تشکر بیادر. همی فلم تو زحمت کشیدی، روان کردی، خدا خیرت بده. دوستا عزیز رمضان است، هموطنهای ما خیلی ضرورت داره به کمک های شما و امیدوار هستیم که در این ماه مبارک رمضان کمک کنین تا ما به هموطنهای خود برسانیم، هم ما شریک ثواب شویم هم شما. دوست عزیز این بود برنامه ما که دیدین، خدا کنه خوشتان آمده باشه. تا برنامه آینده که باز در خدمتتان میایم،
الله یار و مددگارتان. هموطنم برخیز و چشم باز کن، فردا نوبت توست. آره، این ملت من است که دستان خیش را برگرد آفتاب کمربند کرده است. این مشت‌های اوست که می کوبد از یقین دروازه های بسته تردید قلب.